شنبه 4 بهمن 99 در مورد تسلیم در تفسیری آمده است و در موردش به عنوان مثال برای چگونگی گفتگو خط تیره فهم در خانش مثنوی معنوی برای زن نافروش نوشته شده بود که در این کتاب آورده شده است. همچنین اعتماد خط تیره توکل خط تیره تسلیم کلمات من که با خط تیره به یکدیگر وصل هستند. به هیچ چیز سوای حق عادت و خو نباید کرد. پس شاد است هر که آزاد است. کاش چند نقطه در خم چوگان بلا از روی تسلیم چون گوی دویدمی در این تفسیر آمده است. 2 نقطه هرچه بر مردم بلا و شدت است، این یقین داد دان که از خلاف عادت است. این را بدان که هر سختی و رنجی که به آدمی میرسد از خلاف عادت سرچشمه گرفته، یعنی آنچه بدان عادت داشتند از آنها گرفته شده است. اکبر آبادی گوید به هیچ چیز سوای حق عادت و خو نباید کرد، زیرا که چون آدمی چیز را معتاد نخواهد یافت در بلا و شدت خواهی افتاد. پس شاد از هر که آزاد است. خوارزمی نیز گوید ای کاش هرگز دل در خوشی نبستمی و در خم چوگان بلا از روی تسلیم چون گوی دویدمی. بیت 625 بود. حتی چشم بسته بودم که شب آخر در شهرشان برای من جشن خداحافظی نگرفتم. خاله کوچک را میگویم. حتی جمله خوش آمدگو برای آینده هم از زبانش بیرون نیامد و دست داد به من. خواهرزادش که برادر من باشد با خواهر بزرگشان که ما را زاییده دوقلو هستند در ریا خشونت نسبت به من و با یک جمله از آن مرد زیر و رو می شود این خاله. حالا که هیچ از هیچ نمی داند و آنچه هم که به او گفتم در مورد رفتار این مرد از این گوش می رود آن گوش و خارج می شود. پیام بدان برای همیشه برای نوع رابطه دیگر با این خاله برای ادامه دادن به آنچه نمی خواست بفهمد این بود. در رابطه با بیت بالا بارها بهت گفتم خدا منو بی نیاز می کنه هرچی بیشتر. من در پناه خدا هستم و تجربه نفسانی هم آن را نشان داد. و تفسیر داریم پس شاد است هر که آزاد است. شادم چون آزادم به حد، چون از 17 سالگی بار بسیار سنگین را به پشتم بلند کردم. مادر بهار در سریال زن گریه کنان به او گفت متاسفم که مجبور شدی اینقدر قوی باشی. آن مادر دخترش را رها کرده بود. به حتم این جمله هیچگاه از زبان یک ایرانی بیان نمی شود، چون بی‌حس و بی‌مسئولیت هستم. تازه نتیجه زحمات فوق بشری که محصولش خودت هستی را به حساب پول چند سال عرض تحصیلی ریخته به حسابم می گذارد. و با پسرش همه را جا جار زده بوده است، حسابی براش پول فرستادی. خاله بزرگم به من گفت در مورد زنی که مرا به دنیا آورده است، خواهر بزرگم، پس در این جملات را از جوانی در گوش من خواندن را کسی نمی داند. از طریق زنی که مرا به دنیا آورد و ادامهش در تماسهای تلفنیش که به پاسخ دادنشان ماها بیشتر از خاتمه دارم دادم. و خوشا به حال مردم ترکیه و سناریو نویس های آنان و همچنین هنرمندان آنان. وقتی میزایند و پول به جیب میزنند و میچرخند با پول نفت، چه صنعتی دارند و چه نه صنعتی دارند و نه هنری. این مردم در روی این خاک ایران. به یاد دارم چه شوکی بزرگی بود برای من شنیدن خبر از رادیو فرانسه در اوان سال 2000. آنقدر که نیاز به کشیدن به نقاشی کردن داشتم و تابلو کشیدم. جوانهای تحصیل کرده ایران کشورشان را ترک میکنند. خبر از اون رادیوی فرانسه بود. چند تابلو را هدیه نکرده بودم و برای خودم نگه داشتم و دولت انگلیس با خشونت محض همه چیزم را دزدید با آزاد گذاشتن دست صاحب خانه. یک زن و یک مرد جوان. زنی که از کشورهای اروپای شرقی بود و مرد یک انگلیسی که چند روز در ساعت کار میکنن و با دزدی زندگی میکنن. و من خام بودم و متوجه نشانه نشده بودم. وقتی خانه‌ای که به دل انسان شک میانداخت را بازدید کردم تا یک اتاقش را کرایه کنم. در اتاق مجاورم دو زن لهستانی برای تابستان 2014 زندگی میکردن. برای پول درآوردن با
انجام کارهای بسیار پیش افتاده آمده بودم. مکان کثیفی بود همچنین از منظر دیگر که نمی گشایمش در این کتاب. در داستان زندگی هم نمونه دوم به زبان فرانسه جزئیات نوشته شده بود و از انتشارش صرف نظر کردم. مدتی کمی بعد از وقوع تجربه نفسانی هم در نوامبر 2018 آن را نوشته بودم. با تغییر دادن 3/4 نمونه اول داستان زندگی هم به زبان فرانسه. انتشار نمونه اول با ناشر فرانسوی را به دلیل بدرفتاری و غیرحرفه‌ای بودن تیمش فسخ کردم. شاید تابستان 2018 اتفاق افتاد. کمی قبل از چند ماه قبل از وقوع تجربه نفسانی هم. بیتی دیگر که در ادامه ای که مولانا به بیان حکایت روستایی و شهری داده است در این صفحات نشان از تجربه زندگی من دارد در مورد این نوع افراد در بازگشتم به ایران. 2 سال خواب را از دست داده بودم و با وقوع تجربه نفسانی هم خوابم شروع کرد به ترمیم شدن و هنوز نمی دانستم در چه جهنم دیگری افتادم. از اقوام زن برادرم گرفته از ساکنین این شهر و باقی و به دلیل زد و بندها در این مجتمع. وقوع تجربه نفسانی هم به من نیرو بخشید و به حد برای نیرو بخشیدن به من نیز بود برای زندگی با مردمی که کارمند دادسرا از رفتارشان دچار بیماری تیروئید شده است. خداوند آن واقعه را در من پدید آورد. زن جوانی که در تابستان 98 به شکایتم به دادسرا رسیدگی میکرد و مرا نزد یکی از معاونین دادسرا برد برای تغییر دادن بخشی که این مسئول در نظر گرفته بود در مورد پرونده من. شکایت به دلیل آزار و تحت اخاذی قرار گرفتن توسط همسایه مجاور که برای دختر 6 سالهشان کادوهای آموزشی خریده بودم به دلیل بی‌بضاعت بودنشان و اعتماد نداشتن آن بچه به خودش از زبان معلمش. خاک پاکان لیسی و دیوارشان بهتر از آمو رز و گلزارشان. اگر خاک پا و دیوار پاکدلان را ببوسی و ابلیس ببوسی و بلیسی بهتر از همنشینی با عوام الناس و باغ و گلستانشان، زیرا همنشینی با آنان حتما به زیان و ضرر می انجامد. بیت 630 دفتر سوم مثنوی معنوی مولانا. اضافه برای بیشتر روشن کردن ذهن شنونده این کتاب، در حالی که 2 صفحه در زیر نوشته شده است، در رابطه با فشار روحی مداوم که متحمل شده هم در جامعه ایران و بیت بالا، برای آگاهی و شناخت دادن که اصلا معنایی ندارد در ایران حاضر و به کرار متوجه شده، برای خاله کوچک توسط پیام رسان تلگرام دزدی و تحت اهانت قرار گرفتن و بیش از این را در مورد رفتار اقوام دور مادرش در رش را نوشتم که به اصرار مرا به خانه خودشان زن خانواده دعوت کرد، حالا که می‌خواستم به هتل برم. آن خاله نوشت در پاسخ مدارا کن با مردم وگرنه تنها می‌مونی. همین نوع پاسخ را داشت با ارسال متنی که برای زن برادرم ارسال کرده بودم توسط تلگرام و این خاله پاسخ داد خشم تو ارث پدریم را دزدیدن و اهانتی نیست که به من نکرده باشند آن عروس و والدین و اقمامش و برایم می نویسد خشم تو. خاله کوچک وقتی با او برای ودا می کردم همین 1 ماه پیش بسیار خوشنود بودم و با تکرار همین رفتارش با خودم گفته بودم همه ایام 1 ماه پیش بایستی همه بار که آن پاسخ را در مورد عوام مادریش داد نوعی ودا می کردم با او. تازه فرهنگی هم هست این خاله، 4 سال کم سنتر از من. به چیزی را می آورم که همچنین در دارنده دلیل شکنجه های روحی که به من داده شد در دانشگاه من، علل خصوص از سال 5 در فرانسه. در سفیر کتاب اولم بس دارد این رفتار، چون یکی از دلایل وقوع تجربه نفسانی هم است که صحنه آن تجربه در ارتباط است با آن دانشگاه و آن جوری. بار که نهد در جهان خرکره را،
درس که دهد پارسی بومره را. در دنیا چه کسی پیدا می شود که بر پشت کربخر بار بگذارد؟ چه کسی به ابلیس درس فارسی یاد می دهد؟ چند نقطه. از اونجا که در آیه 6 سوره نجم جبرائیل را که منشأ علوم و فضائل و خیرات گوناگون است، زمره یعنی قدرتمند صاحب نیرو لقب داده، ابلیس برعکس بدین کنیه موسوم شده است. اما منظور بیت همانا که نمیتوان بر پشت کرخر بار نهاد و همانطور که ابلیس قابلیت فهم و درک علوم را ندارد. چند نقطه. بیت 675 دفتر سوم مثنوی مولانا. همینقدر از تفسیر را آوردم تا تمرکز داشته باشد بر روی مقصودم شنونده. دلیل آزارها در حوزه علمی تحقیقی فرانسه و سپس ممنوع کردن انتشار دکترای من، قابلیتم به دسترسی به نفسم است. برای دکتر رحمتی در پیامم نوشته شده است، همانطور که در سفیر به نوشته آمده است، که مطالعه کتاب‌های هانری کوربن که برای بست فهم از محتوا و دلیل وقوع تجربه نفسانیم خوانده بودم، مرا واقف ساخت بدین دلیل. همچنین یکی از کتاب‌های گوستاو یونگ. نمی‌دانستم نفس وجود دارد و عالم نفس و عالم مثال. در اینجا اضافه می‌کنم که خواندن کتاب‌های یونگ جایگاه خود را دارند و جمله من فهمی است از یکی از جملات یونگ. یونگ نوشته است اسم‌ها مکتب‌ها برای کسانی خوشنودی دارد که دسترسی نمی‌توانند به نفس خود و به غرایز طبیعی خود داشته باشند. و جمله من این است: من می توانم به نفسم دسترسی داشته باشم و استادها بدان واقف بودن از همان سال چهارم به دلیل پایان نامه. منتها قبل از خواندن کتاب های یون که نمی دانستم روزی آنها را خواهم خواند و دیرتر در حین نوشته شدن سفیر خریداری و خوانده می شدم، در 22 ژانویه 2020 نوشتم و خود به خود شهودی بود در رابطه با اولین استاد تحقیق سال پنجم برژه فاسد. فاسد به معنای شهوتی محض شکنجهگر تماشاگر متجاوز به شخصیت یک فرد، از زبان ژیل دلوز در مورد شقاوت. اینکه ورودی عالم نفس بسته است برای اهریمن، در سفیر نوشته بودم. جبرائیل عقل فعال و نامهای دیگر دارد در کتب هانری کوربن. عالم نفس و عالم مثال خوانده بودم و نوشته شده است در سفیر عوالم محبت و دانش هستم. برادرم که یکی از تیرهای خلاصش در تماس تلفنیش چند ماه پیش که به آخرین مبدلش کردم به من گفت تحصیل کرده مگه کیه؟ درجا وقتی گفتم به قاضی دادگستری پاسخ دادم چون تحصیل کرده هستم. برادر من از افلیسان است، برزنش و الباقی. چند بار و لااقل دو بار در مثنوی مولانا خواندم زن بد متقارن می شود با مرد بد، صحت دارد و استادها قابلیت مرا نداشتن آن پر آوازه ها. دو نقطه. همانطور که ابلیس قابلیت فهم و درک علوم را ندارد. از جمله و در کتاب هایم آمده است، از جمله اولین سفیر تمامی افرادی که در محیطی که جامعه ایران است تجربه نفسانی هم را به تمسخرش که خشونت هست گرفتن. از جمله اولین کتاب فروشم که در این شهر کوچک تنها کتاب فروشی است که کتاب های هانری کوربن را می فروشد و چندی دیگر از این نوع را. و افرادی که سفیر را به آنها هدیه کردم به جز دو نفر آنها و تازه نیمی از یک نفر از این دو، نوشته شهودی تحقیقی زوغی مرا به تمسخر نگرفتند. اضافه ای را دقایق پیش در صفحه‌ای در بالا نوشتم و آمدم بنویسم خوشحالم که یک نفر در ایران تجربه نفسانی مرا میفهمد و آن فرد دکتر انشاءالله رحمتی است و رحمت خداوند بار دیگر شامل حال من میشود. برای اینکه دکتر رحمتی شهادتی در مورد موضوعی که به تحقیقاتشان ارتباط دارد داشته باشد، پیامم را برای ایشان ارسال کردم در ماه دی امسال. همچنین خواستم شهادتم یک روی سکه‌ای باشد که زحمات و سپاسگزاری از زحمات ایشان روی دیگر آن سکه است. از سریال های ترکیه می آموزم که مولانا چه اندازه شمس را دوست داشت و سپس با گذرهایی که این عشق را بیان می کنند در مثنوی معنوی مولانا در تفاسیر
روی این نکته تمرکزی مستقل انجام شده است. میخواهم بیت 686 این دفتر سوم مثنوی معنوی را بیاورم و پیش از آن این جمله شمس تبریزی که اپیزودی از سریال تردید را باز کرد را می نویسم. میگویی سخت است، سخت سخت است تا امتحان شوی. و در بیت سوم آمده است و در دفتر سوم آمده است گر نبودی امتحانی هر بدی، هر مخنث در بقا رستم بودی. اگر دانو در ناگواری ها مردم امتحان نمی شدن، هر نامردی مدعی می شد که روز جنگ رستم دستانم. بیت 686 دفتر سوم مثنوی مولانا. به نوشتن این کتاب حاضر خاتمه می دهم. نمی دانم کتاب بعدی نامش چیست و فایلی برای نوشتنش باز نکردم. همین روز و ساعت 13:41 است.